از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم. به نام آن که وستایش کتاب است، چراغ راه دینش آفتاب است. این بهین دستور دربار خدایی، شرف بخش جوان آریایی. امروز بیش از هر روز و زمانه ای بایستی شعار بدهید که ما آریایی هستیم، افکار و اندیشه های تازی نمی پرستیم. ما آریایی هستیم، شخصیت ها، آدم ها، انسان های صحراگرد پابرهنه و ورو نمی پرستیم. ما آریایی هستیم، تفکر خشن، خونبار، مرگبار، ضد ایرانی تازی رو نمی پرستیم. این رو بایستی شعاره هر روزتون باشه و عمل هم به آن بایستی کرد. یادتون نره عمل کردن به شعار ایرانی آریایی ماندن قرنهاست از یاد ما رفته. به خاطر داشته باشید که از هنگام پیدایش تازیان در ایران مقاومت و پایداری بوده تا الان ادامه داشته، ولی روز به روز به جایی که بیشتر بشه کمتر شده. در این دنیای شکلاتی، دنیای شکلاتی میدونین چیه؟ همین دنیا سلام، دنیای شکلاتیه. همه دعوا سر ملحاف ملاست، شکلاته. و برای اینکه این شکلاتی دعوا در جهان خوب بگیره، ملیت، میهنگرایی، خانوادگرایی، انسانگرایی باید از بین بره. اینها خودشون با هم متحد میشن، خود جهان برای این که بتونه ما رو بخوره، جهانخواران با هم متحد میشن، دهات و روستاشون رو میان کشور میکنن. وقتی کشور میکنن همه 30 تا کشور، 32 تا، 28 تا توی یه جا متحد میشن. ولی ما اجازه نداریم ملیگرا باشیم، میهنگرا باشیم. ما این اجازه رو نداریم. ما باید هر روز متفرق بشیم، هر روز پراکنده بشیم به نام ترک، آذربایجان، بلوچ، سیستانی، خراسانی، شمالی، جنوبی، کرد، ما رو عرب، تازی، خوزستانی، ما رو به جون هم بندازن، پا بزنیم و از خودمون تا این شکلاته بمونه. این شکلات خیلی مهمه، بهش توجه کنید. جنگ الان جنگ شکلاتی است. یکی از بچه‌ها از امریکا برای من همین شکلات رو فرستاده، رفته بود امریکا، رفته بود این گفت فلانی برات داده. همینی که من دیدم پیام اینو فهمیدم که چی میخواد بگه. شخصیت برجسته یمسا، یعنی گفت ما رفتیم توی هر سوپرمارکتی که ما بریم توی امریکا، هر مغازه‌ای که بریم که شکلات بفروشه، این شکلات رو کنار هم گذاشتن، اینها رو کنار هم گذاشتن. یارو ساخته، سازندش یکیه، فروشندش هم یکیه، خریدارش فرق میکنه. خریدارش آدم هایی هستن که تحت تأثیر تبلیغات، نه فقط برای امریکا، برای همه جای دنیا، همه جای دنیا این تبلیغات هست که شما رو بکشن دنبال یه چیزایی. چرا در ایران شهریاری بایستی باشه؟ وقتی شهریاری در ایران باشه، رقابت‌های انتخاباتی ملی محلی یه معنای دیگه میگیره. اون بالا هرم پدر خانواده است، پدر خانواده یکیش تکونم نمیخوره. انگلستان بارها گفتم گوش کنید، یکی از دلایل موفقیتش در جهان که تونسته استعمار خودش رو نگه داره تا به امروز و برترین کشور باشه در جهان، که حتی امریکا و کشور دیگه و روسیه رو تو تلای خودش میندازه، یکی از دلایل اصلی این قضیه اینه که اونجا پادشاهی حاکمه. وقتی پادشاهی حاکمه دیگه هر 4 سال، 6 سال، 7 سال یه بار لازم نیست که انتخابات بشه، یه هزینه سنگین و یه درگیری میشه، چون درگیر میشه.
وقتی انتخابات هست چون میای عکس این ور شکلاتی رو میزنی، همسایت عکس شکلات اون ور شکلاتی رو میزنه، یا میفهمین که شما با هم اختلاف نظر سیاسی دارید. این اختلاف نظر سیاسی در کادر بالای هرم رهبری، حالا در نخست وکلای مجلس باشه اینا ایب نداره، ولی در اون بالا که میخواد دهنه کشور دستش باشه، با هم دیگه مثل سابق نخواهید بود. میگه بابا یارو ولش کن، چپ اون یارو راسته و این درگیری. این ذکاوتی که بریتانیا الان ما داره در جهان که هیچکی نداره، این تشکیلات وقتی ما بعض وقتا میگیم آقا مادر امام زمان هم انگلیسی بوده، یارو فکر کنه من دارم جوک میگم. اینقدر نمیدونه تشکیلات چیه، سازماندهی کردن کارها چیه، برنامه ریزی چیه، دیر زمان ها نمیفهمه یعنی چی، فکر میکنه ما داریم شوخی میکنیم. امام حسن عسکری وقتی که زندانیه مثل همین الان اون موقع هم دارم فرق نکرده. این نظم نوین جهانی فکر نکنید الانه، یا از 6000 سال پیش بوده. امام حسن عسکری تو عسکر توی ارتش زندانیه، از روم براش کنیز میفرستن، از روم برنامه دارن. اخه آقا رومیا خیلی کارا رو تو ایران کردن، ایرانی خیلی کارا رو برای رومیا کردن تو تاریخ در جنگ و دعواشون. او برید بخونید دیگه تاریخو، تاریخ برید بخونید. و این میگن ملیکا یا نرگس ملیکا، یه زنی که اون بوده بچه میاره 4-5-6-7 سال ماکسیمم زنده، بعد میمیره، بعد دکوبا میشه که هفته پیش بهتون توضیح دادم. بعدم یک نکته مهم، مردم ایران خصوصا بعضی از شما که قلم دارید به دستتون نطق دارید، برنامه های سیاوش اوستا رو اونهایی که دنبال دانش و علم و آگاهی هستن از اول تا آخر گوش میکنن. بعضی ها فقط همین تیترش رو میخونه، یارو تیتر میخونه فکر میکنه این شوخیه، این جوکه، این جدیه، این جدی نیست. اون مطلب رو باید کلش رو گوش کنید، دنبال کنید. اینها نتیجه سالها تحقیق و پژوهش و درس خواندن و کتاب خوندن و زندگی عزیز آمدن. چون شما که طرف بلد نیست اصلا یه چیزی رو بنویسه بخونه. اما ملیکار برای من یکی نوشته رو دیدم بلد نبود ملیکار بنویسه. حالا برحال اینه که جهان از قدیم برنامه ریزی شده است. حتی این فراماسونری که اینقدر صحبتش و میگن آقا اون فراماسونی، این فراماسونی، اینا فراماسونری کار کردن. من قبلا گفتم، قبلا نوشتم، 40 سال پیش اینو در کتابای فرانسویم نوشتم، در مقالاتی که در نیم روز می نوشتم نوشتم. آدم هم نمیخواد که تکرار مکررات بکنه. اصلا فراماسونری، شما الان از اینا یک فراماسون رفیق داری بهش زنگ بزن بگو آقا تاریخ شما چیه؟ تاریخ میلادی 2024، تاریخ اسلام 1400 خورده ایه، تاریخ آریایی 7762، تاریخ زرتشتی آخرین زرتشت 3000 فلانه، تاریخ یهودیت 5000 خورده ایه. شما این تا تاریختون چیه فراماسون ها؟ بهت میگه ما در سال 6024 هستیم. اه 6024؟ بگو خب چرا 6024؟ میگن که فراماسونری از قرن 18 از انگلیس، این ماسون هایی که کلیسا رو میساختن اینا رو افتاده که پس چون یکی میشه 300 سال خوبی که ماکسیم 1700 خوده میشه، چرا 6024؟ میگه ها نمیدونه. یعنی اگه اون استاد اعظم باشه که بعد مرحله درجه گرد درجه 33 رسیده باشه شاید بدونه. بعد تازه اگرم بدونه به زیر دستی که نباید بگه، که نمیگه. دارم نظم نوین جهانی رو بهتون میگم، دارم میگم که این نظم نوین جهانی از کی شروع شده؟ با کیسینجر شروع نشده و با گورک سایروس و با جورج بوش و با اینا که با اینا بیاد با اینا بره. ببین اکیه. خب خیلی هاشون نمیدونن حتی اون کادر رو. من خودم این رو تجربه کردم. وقتی میگم یاد تون داره سیاوش اوستا وقتی یه چیزی رو میگه بدون تجربه نمیگه. بعدم فراماسونری یکی نیست، مثلا تو همین فرانسه 17 تا نوع فراماسونری، یعنی 16 15 17 تا شده حالا، یعنی انواع داره.
فراماسونری خیلی ناسیونالیست داره، فراماسونری داره که زنا توش راه نمیدن، فراماسونری داره که یکم چپه، فراماسونری داره که زنا فقط هستن توش، مرد راه نمیدن ولی الان راه میدن. بعد فراماسونری هست که قاطی زن و مرد توشه. بعد فراماسونری هست که ریشهش مال انگلیس گراند بروتاین. فراماسونری هست که از زمان ناپلئون ناپولونیست هستن. فراماسونری هم یکی نیست. اینا رو یاد گرفتین؟ خیلی خوب. 16 تا هست یاد گرفتین؟ خیلی خوب. حالا بزرگترین این فراماسونری فرانسه بهش میگن گراند اوریان، یعنی شرق بزرگ. ببین از ایرانه از ایران شرق بزرگ. خوب گوش کنید، امروز درس مهم میرا دارم بهتون میدم. این گراند اوریان در متروی کده پاریس واقع شده، در شمال پاریس، و پیش از این یک کوچه کنارش هست سولنیه. ما یک کلاب عمر خیام اونجا داشتیم و خلاصه نزدیک به اینها بودیم و غیر از اونم خب به هر حال دوستانی که بودن یه روز این کتابای منو یکی دو تا از اینا که خونده بودن، اینها هر از چندی افرادی رو از بیرون دعوت میکنن برای سخنرانی. سخنرانی کردن توی لوژ فراماسونری. بعد اونجا تو میبینی یارو رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، سناتور، رفتگر، پلیس، راننده اتوبوس، اینا همه عضوان. عضویت لیاقت میخواد، درجه و درس و تحصیل نمیخواد. همه هم نشستن. البته اونهایی که شاغل هستن مثل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر باید سابق باشن. اگر لاحق باشن، یعنی رئیس جمهور های وقت هیچ وقت نمیاد خودش نشون بده که هست یا نیست فراماسون. وزیر هم همونطور، نخست وزیر هم همونطور. اینا مال سابق اونجا بودن هستن. من چند بار که سخنرانی کردم و حتی از این افراد اونجا بودن. حالا یه باری که ما رو دعوت کرده بودن که ما این صحبت بکنیم در ارتباط کتابمون، من چندین کتاب بزار فرانسه دارم، بزار فرانسه نوشتم، چندین که به انگلیسی ترجمه شده. بعد به ویژه کتاب فرانسوی من هم مثل کتاب ایرانی که مهرورزی شما همیشه شاملش بوده، مهرورزی عزیزان من واقعا سپاسگزارتون هستم، در سراسر جهان در فرانسه هم همینطور بوده و در سطح جهانی، چون حرفا حرف ایرانی بوده. مثلا میشم دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. وقتی اونجا دعوت شدم مواردی بوده که یکی تو تا شنیدم گفتم سنو گفتم، ولی این مورد دیگه اینه گفتم اونجا دیگه رئیس میشینه و وزیر سمت چپ و راست داره، سخنران اونجای و مأمور میگن افیسیر نشسته اونجا، در بسته میشه بکی پشت در وای میسته که یکی دیگه وسط اصلا کار نمیتونی بیاد تو، یا چیز نظامی حساب شده. بعد رئیس میگه خیلی خوب، به خودش صحبت میکنه، طرف رو معرفی میکنه، میگه خیلی خوب تو حرف بزن. بعد میگه آقا مثلا وقتی حرفش تموم شد شما سوالاتتون رو میتونید بکنید، در هنگام صحبت کردن اجازه هم ندارید بکنید. البته شوخی میگم ولی کسی نمیکنه، اجازه حتی جیک خوردن ندارید. بعد گفتم که همیشه کاری کردم میکنم، گفتم که آقای رئیس سر ابتدا میخوام عرض کنم که ما امروز در تاریخ فلان و فلان هستم، اون گنز 6024 مثلا 6024 نشده بود، تو قرن سابق بودیم. گفتم من پروانه میخوام از آقای رئیس که از مدعوین عزیز روانیارانی که اینجا هستن زیاد هم نبودن، 30-40 نفر بودن، همیشه همینطور، یعنی افراد شاخص هستن. که گفتم میخوام بپرسم که ما امروز در چنین تاریخمون، چنین روزی است تاریخ فراماسونری، با این فراماسونری رو میخونید، درس خودتون اونجا کلاس میگید که از قرن 18 شروع شده، 1700 خورده ای، این چرا چنین تاریخی است؟ کی میتونه به من جواب بده؟ عیبی هم نداره، با اجازه آقای رئیس شما میتونید الان صحبت کنید. کسی میتونه جواب بده؟ یک نفرم دستش بالا نکرد جواب بده. گفتم خب من خواهش میکنم، چون میخوام صحبتم رو شروع کنم از آقای رئیس، یعنی استاد بزرگ، استاد اعظم بیان. خودم از ایشون خواهش می‌کنم پس خود ایشون بگن، منو راهنمایی کنن که من بفهمم و بدانم تا بتونم برنامه رو دنبال کنم. ایشون گفت حالا این مورد نیست، شما بگذر ازش. گفتم نه، من می‌خوام بدونم چرا ما در سال 5000 خوردی هستیم، حالا مثلا 6000 الان شده 24، چرا در سال 6000 هستیم، علتش چیه، از کجا میاد، ریشه‌اش چیه؟ گفت حالا بگذریم. جواب من نداد. گفتم پس پروانه میخوام که من به شما بگم بالا چیست، چون من از سرزمین میترا میام، از سرزمین آریا،
زرتشت میام، از سرزمین مانی مزدک میام، از سرزمین یعقوب لیث میام، بابک خرم‌دین، من از ایران میام. حالا تو پرانتز بهتون بگم، شنیدم سخنرانی که دارن برای پزشکیان حاضر میکنن که برای سازمان ملل امسال صحبت بکنه، شنیدم که دارن توش میذارن که اونم همین حرف من میخواد بزنه، یادتون نره باز من جلوتر گفتم بباسون و قجب دنیای هست، اونه میخواد بگه من از سرزمین میام که 7000 سال پیشینه تمدن داره، سیاوش هستم کتابش نوشته به عویز اولا، من از ایران کهن میام، ایران که منشون حقوق بشر نوشته، خلاصه از این حرف میخواد بزنه پزشکیان در سازمان ملل متحد و میخواد پیش از اسلام ایران رو مطرح کنه، چون بهش الان احتیاج دارن، در این رابطه هم وقت رو صحبت میکنه. حالا گفتم چون از اونجا میام میخوام بهتون بگم که این تاریخ برخواسته از زایش زرتشت هست با یک اشتباه 1700 ساله چون ریشه فراماسونری آیین میترا است. آیین میترا بعد اونا دیگه میدونن خودشون میترا رو، اونایی که ردهای بالا هستن تو فراماسونری به ردهای بالا رسیده باشن میدونن که میترا است سمبول، چون در خود معابد اینها هم که شما میرید تمام نشانه های آریایی میترایی وجود داره، از خورشید شما بگیر و ستاره بگیر و سر و آریایی رو بگیر که بعضی وقتا کاج میذارن حالا بر همون چیزا میذارن، و بعد ریسمان که باستی به هم بچسبیم و اینا هم تو معابدشون الان همه اینجوری تزئین هم حتی میشه و میترا رو میدونن، ولی خب نمیدونن که تاریخ تولد میتراست. بعضیشون میگن که مثلا همون شب یکیشون برداشت گفت که تاریخ ساخت معبد سلیمانه، گفتم معبد سلیمان که زیر 4000 ساله که حقیقه نمیشه که باید همهاز با هم دیگه نگاه کردن. حالا معبد سلیمان را من به شما بگم که معبد ما یک تخت سلیمان در ایران داریم، خیلی مهمه، روی الان نمیخوام صحبت کنم، بین تحقیق کن، تخت سلیمان ایران خیلی مهمه. یک معبد سلیمان که اینا میگن معبد سلیمان ساخته شده، معبد سلیمان هم درست مثل قدس کنونی که شما میبینید که قبل از خیلی چیزا ساخته شده، معبد سلیمان توسط 3 تا ایرانی ساخته شده. این 3 تا ایرانی درست مثل 3 تا شاهان مغ هستن که اینها میان میگن عیسی مسیح پیغمبره، اینها هم 3 تا ایرانی هستن که ایران اون موقع چون خیلی بزرگ و گسترده بوده، مثلا یکیشون اهل لبنان بوده، یکی اهل خود ایران بوده، اینها مهندسین ما و آرشیتکت های تامپل دو سالومه هستن، یعنی معبد سلیمان رو می سازن. بعدم یادتون نره مهندس رو ما در کتاب های پیشین خودمون از 45 سال پیش مطرح کردیم، وقتی از واژه های پارسی در زبان عرب گفتیم، مهندس از هندسه، از اندزه میاد، اندزه گرفتی این لهجه میشینی داره خراسونی داره، اندزه همون اندازه است، اندازه گیری کردن تبدیل شده اندازه به مهندسه، مهندسی و الی آخر، ولی واژه پارسی است که وارد نشد. خلاصه ما اونجا مطرح کردیم که این از میتراست، چون آیین میترا بعد اینا خب حالا 6000 رسیدن ولی اصلش 7700 ساله، چون میترا خیلی پیش از این بوده، اینا حتی تا چند وقت پیش فکر میکردن 4000 ساله، تا چند بعدشون گفتن 5000 ساله، بعد که ما ثابت کردیم 7700 ما تقویم داریم مرتب در میاد اینا، الان شما میبینید در ایران، اسرائیل، ترکیه، حتی لبنان، در همه جا داره آثار باستانی ایران کهن در میاد که قدمتش بیش از 7000 ساله و آیین میترا هم بیش از 7000 ساله. آیین میترا نخستین آیین خردگرا منظم و تشکیلاتی است. این تشکیلاتی بودن و منظم بودن آیین میترا به این خاطر هست که از هم روز اول با تشکیلات میترا میاد. شما الان مثل که بچه تون رو بارها گفتم نمیتونین تشکیلاتی بار بیارین که از بچگی بهش بگین چه کار میخوای بشی؟ تشکیلات هم زندگی هستن نمیدونین چیه دیگه، تک روی میکنین، چون تقصیر خودتون هم نیست، تقصیر تمام این استعمار و بازی استعماری و 1100 ساله و حسن حسین و کربلا درست کرده برای شما که کربلاتون رو بزرگ کردن، ایرانتون و کوروشتون رو ضعیف کردن،
واسه کوروش وای دوتون باشه، داریوشتون وای دوتون باشه، بزرگان خودتون یعقوب و رضا شاه این باشه، بعد کربلا رو براتون بزرگ میکنم. بعدم اینقدر ما واقعا نمیدونم چی بگم، چی شدیم که آقا میاد بزرگترین توهین رو، یارو که فارسی حرف بزنه، یارو که نون ایرانی داره میخوره، یارو که به اسم ایران داره حرف بزنه، میاد بزرگترین توهین رو به آبا و اجداد و تاریخ و فرهنگ و هنر و شعر و موسیقی تو میکنه و تو اونجا نگاه میکنی و فقط این رو برای اونون پخش میکنی. آقا داده های یک کشور، همونجانی که دو هفته پیش عرض کردم، وقتی که میان پور سینا، سهروردی، غزالی، فارابی، اینها رساله های علمی دانشی یعنی دانشمندیشون رو از تو میگیرن، خودشون استفاده میکنن، به تو رساله عملیه میدن، رساله ای که شیخ باها بهش میگن بنویس نوکر انگلیس ها زمان صفویه، و الان هم آخونده همون رو به عنوان رساله خودشو میدن، فقط زیر چک امضا میکنه، هر کسی اسم خودشو میذاره، بعد بعضی چیزاش نوشته مکروه میذاره، مباح میذاره، مکروه میشه مستحب فلان، اینا میتون میدن رساله عملی. آخه رساله عملی چیه؟ آقا اگر داری نماز میخونی شک کردی که دوم یا سوم چی کار بده؟ آقا شب با خانمت خوابیدی، صبح بیدار شدی، نمیفهمی که آقای جماع کردی، دخول انجام شده نشده، قتل باید بکنی یا نباید بکنی؟ آقا شب خواب بودی، عمت اومده تو بغلت، یهو افتاده یک جورایی، تو باش یه کاری کردی، این بچه که به دنیا میاد چیه جریانش؟ این رساله عملی شده در برابر دانش و علم پزشکی و فیزیک و ریاضیات و جبر و هندسه و فنانه بزرگان ما. حالا این امیر شما داشته باش، شما یک بزرگایی دارید در تاریخ خودت که جهان به اینا افتخار میکنه، ما نه، جهان. خیام، حافظ، رودکی، فردوسی، سعدی. آقا سعدی لوکارنو رئیس جمهور فرانسه بوده، من یه برنامه در این باره رفتم. سعدی لوکارنو یعنی 70 سال پیش یارو فرانسوی ها اینقدر از ایران خوششون می اومده، اینقدر شعر سعدی و حافظ اینا رو دوست داشته که آقا اسم بچه خودش میذاره سعدی. مولوی الان دنیا رو گرفته، دنیا رو مولوی گرفته، عمر خیام گرفته، حتی جهان عرب رو عمر خیام گرفته. وقت شما اجازه میدین مرتیکه پدر سوخته حرامزاده ولد بیاد چنین حرفایی بزنه، یک عده اولاغ هم اونجا سینه بزنه، یک عده اولاغ هم گوش میکنن، بعد کسی مثل این دختری که میبینید اینا رو پشت دارم میاد جواب میده شجاعانه ورنداله، شما یه جواب رو در رو نرین، یه چف تو صورت این پدر سوخته حرامزاده بندازید که به تمام تاریخ شما داره توهین میکنه، برای یه کربلای که اسمش بوده نینوا، کربلا شده به خاطر آقا برای زن و قدرت و اینا اومدن، خود ایرانی هم ترتیب شده دادن امام حسین رو، و این امام حسین هم امام حسن امام حسین طبری نوشته که آقا تو طبرستان اومد آدم کشت. بعد طبری که معتبرترین کتاب تاریخ بشره، کتاب تاریخ ما زیاد داریم، ابن کثیر، ابن هشام و و و و و، ولی طبری معتبرترین کتاب تاریخه، چون زیبا، درست، دقیق نوشته شده. اگه به یه چیزی شک داشته سه بار گفته که اینا فلانی 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 از فلانی روایت کرده. تاریخ طبری چرا میان نفی میکنه؟ میگه آقای تاریخ دروغه. مرتیکه پدر سوخته خودش بلد نیست از رو تیتر کتاب تاریخ طبری رو بخونه، بلد نیست. او وقت میخواد بیاد با من سیاوش اوستا مناظره بکنه، یارو ارباب بشه بلد نیست رقم‌ها رو بگه، اون آخونده آیت اللهه، ارقام رو ازش میپرسه تو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، این بلد نیست رقم رو بگه، رقم بالای صد رو بلد نیست. او وقت اینا میان میگن تاریخ طبری دروغه، و بعد این اجازه میده به خودش این مداح چنین توهینی به تو بکنه و تو اونجا اینو موش بمونی.
باز هم این شعر را میخوانمش با افتخار، کل دیوان نظامی، رودکی و دهلوی، انوری و عنصری، خاقانی و صد مولوی، قصه های شاهنامه، رستم و اسفندیار، شعرهای سعدی و چندین غزل از شهریار، حاطف و عطار و صاحب، حافظ و اهل شهود، به فدای شاعری که این دو بیتی را سرود. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا، تشنه آب فراد. به خدا منتظرت کرب و بلا نیست، نرو. عشق در گنبد و ایوان طلا نیست، نرو. حرم اینجاست، کپرهای بیابان جنوب، یادت انگار زهال اسرا نیست، نرو. پی تیمار عرب ملتمس خانه ماست، های هشدار، در آن خانه شفا نیست، نرو. گفت بر گردن تو حقی اگر هست، نمان. رفتنت حق بلوچ است و رضا نیست، نرو. بعد اینها از هم روز نخستی که به میهن ما معامله کردن تا الان از ما مالیات گرفتن، با مهان دین رو که اومدن یه اندیشه تفکری رو دادن، بعد از کشته شدن پیغمبرشون به ما حمله کردن دادن. این جزیه‌ای که من از بچه‌ای که این فیلمای کوتاه رو می‌سازن خیلی سپاسگزارم، اینها رو ببینین، تقویت کنید، یک تاریخ رو، تاریخ یک دورانی رو در یک دقیقه براتون ساختن. اینا کار یه دقیقه یه درستی که باید بکنید. همین جزیه رو شما ببینید. آقا جزیه از من میگرفتن، الانم که جزیه میگیرن، الانم اگه خمس میگیرن 20%، یعنی الان نفتی که میفروشن میگن یارو دزدی کرد 10%، روزی 10 میلیون رسه، اینا خمس برمیدارن بین خودشون تقسیم میکنن، همون جزیه سابقه. تا به حال نام جزیه به گوشتون خورده؟ میدونستید ایرانیان پس از حمله اعراب برای زنده ماندن باید جزیه یا همان مالیات پرداخت میکردند؟ در اسلام خراج یا پول زوری که از اهل کتاب غیر از مسلمان گرفته میشد تا جان و مالشان در قلمرو اسلامی حفظ شود را جزیه میگفتند. آنها بیشتر علاقه به جزیه گرفتن داشتند تا اصرار بر مسلمان کردن ایران. دلیلش هم این بود که درآمد هنگفتی کسب میکردند. به عنوان مثال از مردم شهر ری و گرمسار 500,000 درهم گرفتند تا آنها را نکشند و به اسارت نگیرند. حتی بهشون گفتند شما پول را بدید، با آتشکده هاتون هم کاری ندارید. گفته بودند ایرانیان جزیه را باید با ذلت بپردازند، یعنی باید مبلغ سنگینی را با حس تحقیر شدن پرداخت کنند. افراد باید جزیره را به صورت عمومی پرداخت می‌کردند. آنها نزد امیر عرب می‌رفتند، پول را می‌دادند و بعد آنها را پسگردنی می‌زدند و گاه دشنام می‌دادند و سربازان امیر باید با لگد و تحقیر و کتک زدن بیرونشان می‌کردند. همه مردم هم باید تحقیر شدن این افراد را می دیدند. واقعاً چه کارها که با ایرانیان نکردند و بسیاری هنوز این بیگانگان را می پرستند. اگه تو هم یه ایرانی اصیل هستی بنویس جاوید نام ایران و اینقدر اشتراک بذار تا همه آگاه بشن. برای آگاهی بیشتر با ایران باستان همراه باش. بعد شما از سرزمینی میاین، از میهنی میاین، از کشوری میاین که تا الان که من اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم دنیا بهش فخر میکنه، دنیا بهش مینازه. تا همین الان که من اینجا نشستم کوروش و داریوش، جان همه اونه که اسمشون جانه، جهان نوشته میشه به انگلیسی، نامیست که الیزابت زن زکریا به اولین فرزندش میده که بعدش مال مریم هست ولی مال زکریا هست عیسی میشه. جان جهانه، اسم ایرانی مصرف میشه. کوروش، سیروس، سایروس، داریوس، داریوش مصرف میشه در جهان، اسم ها گذاشته میشه. وقت تو اسم بچه تو میذاری غلام علی، عبدالله، حسن، حسین، کربلا، محمد، اینا. آقا این در ایتالیا یک نمونه است، نمونه از دو نام ایرانی. حدود 200,000 نفر الان نام ایرانی دارن، تا از این آماری که جور گرفتن. حالا شما در یونان و انگلیس و فرانسه و جای دیگه خدا میدونه چقدر.
جالبه بدونید نزدیک 170 هزار ایتالیایی اسمشون داریوش یا کوروش هستش که در میون اونها تعدادی از فوتبالیستا و سیاستمدارهای معروف هم هستن. ایتالیایی ها با داریوش و کوروش در کتابهای درسی مدرسه آشنا میشن. وقت شما رو بیان سرتون هر روز بند کنن که میرن پول و ثروت و دارایی شما رو در سر تا سر دنیا از آفریقا گرفته، من برای شما مسلمون میکنن، حالا رسیده به این که برن فاحشه های تایلند رو، چون اینا دیدن آقا تایلند عجب سفریه، خیلی میرن ایرانی ها اونجا، خارجی ها اونجا میرن، فرانسوی و ایتالیایی همه میرن تایلند به خاطر عشق، چون تو خیابون همونجور که هویج و شلغم و چغندر رو میذارن میفروشن تو بازار میوه، تو بازار اونجا بازار دختره، دختر فروشی تو بازار. اعوذ بالله بناش شیطانی رجیم بسم الله الرحمن نیرهیم اشهدو ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فکر نکنید که ما ناامیدیم، اینها رو به شما میگم به خاطر که نیمی از جمعیت ایران غیر ایرانی است، نیمی از جمعیت ایران غیر ایرانی است، و این غیر ایرانی بودن، این میلیون ها نفر در ایران، این بدبختی ماست. ولی شمایی که هستید باید همتون سلحشور باشید، همتون باید آریایی باشید، همتون بایستی پاس بدارید فرهنگ کهن رو. این بچه‌هایی که هر روز از این کارهای قشنگ میکنن با ریش و لباس و کلاه و شال و هرچی که پوشش خودشون قرار میدن و میان این تیپ ها رو بسازید و بعد این تیپ ها سربازانه سردارانه کار کنید در ایران آریایی. دوم ما روشنه، من اگه حرفی میزنم واقعیت به شما میگم، دلیلی نیست که شما ناامید بشید، دلیل این است که بدونید چند میلیون نابکار تبهکار ضد ایرانی اونجا هستن که همه چیز شما رو میخوان نابود کنن، ولی شما هستید روشن روشنگر. من خوشحالم وقتی بچه روشن رو میبینم و میره روی با جناب بودن امام رضا با بچه خودش. شما میره این مسئله، این مسئله که دو تا امام با جناب بودن، شما تا حالا میدونستین با جناب هم دو تا امام ها، مثل آقای شجریان، شادروان شجریان که همایون عزیزم، همایون عزیزم پسرشون، ایشون همایون خودش اومد گفت من با بابام با جناق بودم. آیا میدونستید امام رضا و پسرش امام جواد هر دو داماد مأمون بودن و امام رضا و امام جواد با همدیگه با جناق بودن، یعنی پدر پسر با همدیگه با جناق بودن؟ بیایید بریم به سراغ کتاب مروج الذهب تا با همدیگه از این موضوع آگاه بشیم. در جلد دوم در صفحه 441 میخونیم که مأمون دختر خود ام فضل را به محمد ابن علی ابن موسی بزنی داد که همون آقای امام جواد هستند. در صفحه 442 میخونیم که مأمون ام حبیبه دختر خود را به زنی به علی ابن موسی رضا داده بود که یکی از دو خواهر زن محمد ابن علی ابن موسی و دیگری زن پدرش علی ابن موسی بود. اینا رو میدونستین؟ من سپاسگزار بچه هستم، فرزندان رشید دلیر و سربلند ایران آریایی. شمایی که میان زحمت میکشین، تحقیق میکنین، پژوهش میکنید، میخونید، چند تا کتاب میخونید تا اینکه بیای یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه یک خبری رو به اطلاع مردم برسونید، شما رو سر سیاوش اوستا جا دارید. من سپاسگزار مهر همه شما هستم. شما هر کدومتون سردار خردگرایی ایران آریایی امروز هستید که دارید پیش میرید، چون دشمن از هر سو کمین کرده که دخل ما رو بیاره. دشمن بد جوری کمین کرده. امروز دیگه خود نظام حاکم بر ایران به نتیجه رسیده که آقا روسیه هر روز داره توطئه علیه ایران میکنه. روسیه ای که شهرهای بیش از 200
شهر ما رو روسیه گرفته تا 150-200 سال اخیر 200 شهر ما رو گرفته. الان هم از بعد پیروزی انقلاب اینو دیگه خودشون گفتن ها، این رو من نمیگم، خود نیروهای اصلاح طلب به اصطلاح داخل نظام که الان اصلاح طلب هم چند شاخه شدن، اینها بارها گفتند و حتی بچه های هاشمی رفسنجانی گفتند و حتی از هاشمی رفسنجانی کلام دارن، هاشمی رفسنجانی اینو گفته، صحبتش هم هست، من میخوام که منتشر کنم. میگه آقا از بعد انقلاب خیلی از این ترورها رو روسیه انجام داد در داخل کشور، برای اینکه هر جا میخواست ببینه یک چیزی داره مخالف دیپلماسی و پلیتیک و سوق الجیش و استراتژیک اونا داره پیش میره اینا میکشتن. یعنی منظورش از همون ترورای اول انقلاب خودشون حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و بگیر بگیر بیا، چون میگه اگرم نیروهای چپ این کار رو انجام کرد دادن، منظورش این بود که رفسنجانی اینا رو نوشته گفته که حتی نیروهای چپ هم اگه این کار رو به حساب اونا گذاشتن، نیروهای چپ هم زاده و ساخته شده مسکو بوده. تا الان هم خود اینا میگن که آقا خودش هم رفسنجانی هم خود اینا میگن که با سیستم روسی کشته شده، روسا کشتنش، طالقانشون همینطور و و و همه رو، یعنی خود اینا میگن، این دیگه حرف ما نیست. خب حالا همینا رو داشته باشین، ببینید الان رو جنگ و دعوایی که راه افتاده، وقتی اومد گفت که ما پهباد از ایران خریدیم، اون احتیاجش پهباد از ایران بخره روسیه؟ نه، چون افتاده بود توی کچل جنگ، میخواست شریک برای خودش پیدا کنه. بعد از اون ارتش شاهنشاهی ایران زرنگه، اینا رفتن با اوکراین هم سلاح دادن. الان اوکراین رو این که تونستن پیشروی بگم نمیدونید ها، من میگم چون این افتخار ایران اهورییه، چون این افتخار ارتش ایرانه. ارتش شاهنشاهی ایران همچنان که جنگ ها رو از وقتی با عراق متوقف شد به خارج برد و دو کشورهای دیگه درگیری ها رو، الان هم ارتش شاهنشاهی ایران اگه قدرت رو دستش بگیره از این ملا شپشوها، اینا که ملا شپشوها که شپشای تنشون نمیتونن بکشن، شپشای تنشون یکی از اینا خودشون میگفت، یکی از این آخوندا خودش میگفت، آن نیکنام رو هم که زن کشته میگفت که آقا یارو شپشوی بدنش نمیتونه بکشه و هم قد بره فلانجا بکشه. حالا اینها اومدن به اوکراین پول گرفتن ازش، پولایی که غرب زیاد داره دیگه، اینا هم نیروهای نظامی دادن، اسلحه دادن، امکانات دادن، مستشار میگن دارن دادن ارتش شاهنشاهی ایران، که اینا تونستن مسکو رو به روسیه حمله کنن و پیشروی کنن. بچه های ما در ایران چون 8 سال با صدام حسین جنگیدن، 8 سال جنگ با صدام حسین نبود که، با تمام جهان عرب بود، همه جهان عرب از صدام حسین حمایت میکرد، تمام جهان عرب تنها که نبود، تمام غرب بود، تمام غرب و اروپا ازش حمایت میکرد. پل کلس وزیر دفاع بود، وزیر کشور بود، رفیق من بود، صداشو پخش کردم ازتون براتون اینجا، چه صداتون رو پخش کردم؟ صدای پل کلس وزیر میتران. پل کلس گفت آقا من تا یک مرحله به این نتیجه رسیدم که من به عنوان وزیر نباید زیر بار این مسئولیت برم که بمب شیمیایی رو آلمان فروخته به صدام، صدام استفاده کرده حلبشه رو زده داغون کرده، وقت به من میگم، من که وزیر فرانسه هستم، میگن آقا بگو ایران حمله کرده زده، من که میدونم ایران نخریده، من که میدونم این رو آلمان فروخته به صدام حسین، من صداشو پخش کردم براتون، رو سایت روی اینترنت هم هست پل کلس با من زبان فرانسه، گوش کنید. خب ارتش شاهنشاهی ذکاوت داشت، صدام حسین رو جور نابودش کرد، الان هم در سطح جهانی داره میره، تا خواهید دید چهار تا ملا شپشوی اینا رفتنی هن. ارتش شاهنشاهی میاد قدرت رو به دست میگیره، خواهید دید بچه ها، شما فقط پر شور صلاح شور و دلیر در میدان باشید. حالا شما ببینید این گزارش کوتاه به شما ثابت میکنه که روسیه هر کار میکنه برای اینه که ایران
نفله بشه، نابود بشه، اون خودش بدون چارتشو بکنه. برای همینه که در این جنگ جهانی که راه افتاده و دو قطبی شدن و شکلاتی شدن، ارتش شاهنشاهی ایران و ایران اهورایی بایستی مثل همیشه سربلند، مقتدر، بدور از شیخ و انگلیس و آخوند و ملا و روس و اینها باشه تا بتونه سربلند زندگی. الان دیگه قرن 19 نیست، ما تو قرن 21 هستیم. کشورها استقلال دارن، حاکمیت دارن و این حاکمیت رو اعمال میکنن. 196 سال پس از قرارداد ترکمنچای روسیه در تلاش است تا یک ضربه مهلک دیگر به تمامیت ارضی ایران وارد کند، در حالی که روسیه همسو با ایران مخالف طرح مورد نظر جمهوری آذربایجان و ترکیه برای ساخت کریدور زنگزور بود، این کشور اخیراً و پس از سفر پوتین به باکو با چرخش ناگهانی در سیاست خود از احداث این کریدور حمایت کرد. میدونید که من در نیمروز نوشتم چندین سال پیش، برنامه رفتم چند تا براتون، از بعد جنگ جهانی دوم انگلیس ها به روس ها گفتن آقا بهترین راه نفوذ تو ایران اسلامه، ما اسلام رو باید سوسیالیست کنیم. از همونجا بود که اینها لوموند در سال 1950 خورده یک مقاله داشت، من این مقاله رو اون سوال‌ها منتشر کردم در مجله نیمروز، هفته نامه نیمروز که من عضو هیئت تحریریش بودم، برادرم پرویز اصفهانی روانش شاد، که میگه که آقا ما بایستی یک اسلام سوسیالیست بیافرینیم. بعد برای همینی که یک اسلام شناسی می‌نویسه آقای پتروشوفسکی، پتروشوفسکی یک اسلام شناسی نیست. بعد اونجاست که اینا میان همین آرم داس و چکش و یک آیه قرآن و اینا چندین طرح هم ارائه میدن که اینها از اسلام یک سوسیالیسم در بیارن. بعد کودتایی که تو کشور عربی میکنن، مثل ناصر در مصر، قذافی در لیبی و میشل افلق و باند صدام حسین در عراق و در حتی یمن جای دیگه، اینها میان آدم‌های خودشون رو میگذارن اونجا و اونها شعار میدن الاشتراکیه، یعنی شعار حزب بعثی بود وحدوی اشتراکیه، یعنی اشتراکی نمو سوسیالیست. بعد اینا سوسیالیست رو میخواستن بگن که اسلامیه، علی شریعتی شد تئوریسینشون. علی شریعتی رو اینجا پیدا کردن تو پاریس، دیدن این کلخر خوبیه، این علی شریعتی که قبلی که بورس بگیره، بورس شاه رو بیاد پاریس درس بخونه، یک اسلام شناسی داده بود، میگن درس های مشهد، ببینید تو درس های مشهد میاد میگه که آره محمد اینقدر زره داشت، اینقدر باغ داشت، اینقدر ثروت داشت، اینقدر پول داشت، وقتی مرد بعد علی اینجور بود، یعنی یک سرمایه‌داری نشون میده از اسلام اول. بعد وقتی از پاریس میفرستنش تهران که بیاد تهران ایران شروع کنه، خراب کنه، مردم مسلمون کنه، یک اسلام اشتراکی سوسیالیست مطرح کنه، مارکسیست اسلامی که میگفتن همی بود، ولی موقعی شرحی که من به شما دادم نمیدادن، رضا قطبی مانع این میشد که این شرحی که الان من دارم بهتون میدم، وقتی شما میگه مارکسیست اسلامی، ارتجاع سرخ و سیاه که میگه، وظیفه رضا قطبی، سید رضا قطبی بود که هر شب بحث بذاره تو تلویزیون، مردم روشن کنه که شاهنشاه که گفتن مارکسیست اسلامی یعنی چی. نکردی کار رضا قطبی، چون خودش مارکسیست بود، اطرافش هم مارکسیست بودن. اینه که بدبختی ما اینجوریه، دشمن همیشه تو خونه است، دشمن همیشه بیخ گوش باد. خب اون موقع علی شریعتی رو میارن، بعد هم اینا هم تقویتش میکنن، اصلا به گونه‌های مرئی یا نامرئی هم تقویت کنن. بعد میاد تهران، درس اسلام شناسی تهران شالا برید بخونید، تو کتاب مجموعه سارش هست. اونجا دیگه ابوذر میاد، ابوذر که راهزنه، راهزن ابوذر راهزن میاد میشه چه گوارا، رهبر آزادی بخش. ابوذر دزدی کرده، بعد که دزدی کردن میخواستن تقسیم کنن، این همه قناعیمی که تو دزدی به دست آوردن مسلمان نشده، ور میداره فرار میکنه، میاد پیش محمد مدینه. وقتی میاد پیش مدینه با همین ثروتی که آورده، محمد امین رو استخدامش میکنه، نگهش میداره، مسلمانش میکنه، ابوذر غفاری، ابوذر دزد، راهزن. بعد علی شریعتی میاد میگه سوسیالیست بود، چپ بوده، فلان بوده. اینه که اینها بعد یک اسلام چپ درست میکنن، یک اسلام راست درست میکنن، یک اسلام میانه درست میکنن، همینا برای اینکه دخل ما رو بیارن، و تو همه اینا بیگانه نقش داشته. من این رو از آقای مصلحی که وزیر اطلاعات
ایران بوده نقل کردن، بگه لازم نیست صداشو براتون بذارم، میتونید برید گوش کنید. مصلحی خودش آخوند، وزیر اطلاعات خودش از پایبرای نظام، میگه آقای انگلیس اینقدر پدر سوخته است که اسلام را از ما بهتر میشناسه و بعد دستکاری اینقدر قشنگ بلده بکنه اسلامو که خودمون نمیفهمیم. برای ما همین انجمن حجتی مصلحی داره میگه، انجمن حجتی و مهدویه را ساخت و اینا الان همه ایران رو میگرفتن. رفسنجانی هم همینو میگه. رفسنجانی رو به شما بگم، من اینو به شما بگم که این از وقتی که دیگه نذاشتن رئیس جمهور بشه و اون دور فلان اینا چیز شد و خاتمی اومد و بعد خاتمی هم با اینکه با پول اون اومد، روحانی هم با پول اون اومد، بعد احمد نژاد اینا وقتی که اومد خیلی بو ضربه زد. رفسنجانی برای همین بود که خامنه ای گفت وقتی که برادر شما میشه شیطان اکبر دیگه با ترتیب شو بدید، بعد فرداش کشتنش، چون گفت شیطان اکبر شده. ای اکبر، اکبر شاه رو، اکبر شاه رو که ای اومد گفت شیطان اکبر شده کشتن. رفسنجانی حتی تماس هایی که با خارج از کشور گرفته بود، حتی نیروهایی که فرستاد به خارج از کشور که الان این نیروها من اسمشون رو نمیخوام بگم، دختره خوشگل قد بلند ابرو کمون فرستاد با پول، آدمای دیگر فرستاد با چمدونای دلار فلان، این الان نفوذ کردن در ارگان های بزرگ جهانی دارن کار میکنن، هیچ کسی هم نمیدونه که اینا برای جمهوری اسلامی کار میکنن. اونا رو موقع آقای رفسنجانی فرستاد چون ایشون میخواست کودتا بکنه و نیروی راست رو بیاره تو ایران، حتی نیروهای شهبانوی عزیزم و رضا پهلوی رو برگردونه به ایران. برای همین بود که یک خانمی رو فرستاد اینجا که با شهبانو مصاحبه بکنه. بعد حالا اون خودش قصه داره که وارد این مبحث نمیخوام بشم. چون ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود، بودجه هنگفت خارج از کشور در اختیارش بود. بودجه هنگفت خارج از کشور لازم نیست نفت بفروشیم. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شاه بود، کیا در انجمن در بنیاد پهلوی بود که اینا اسم گذاشتن بنیاد علوی، یا در او بود که اون بیلدینگ بزرگ نیویورک است و خیلی چیزای دیگه، و یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کمپانی بزرگ غرب بود، در غرب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده بود. اینها این پولا در مجمع تشخیص مصلحت دستش گرفت، با اینا بازی کرد تو خارج از کشور. به خاطر همین بود که هر کس میرفت ایران، الان خیلی رفتن ایران اومدن شما خبر ندارین، پزشک و هنرمند و استاد دانشگاه، شما یکی دو تاشو شنیدین تبلیغات را انداختن که چه اینا، وگرنه فر هنرمندای زیادی اینا همین رفتن ایران. اون موقع با خود رفسنجانی ملاقات میکردن در همون کاخ و اینا امکانات میداد. الان خیلی از امکاناتی که تو خارج از کشور هست که همه اینا رو الان خامنه‌ای استفاده کرد، همه اینا رو گرفت دستش، ای که ای گذاشت که لاریجانیا باشن، اونا باشن یهو پزشکیان آورد که دیگه همه چیز الان دست خودش کرد. همه اینا که گذاشت او باشه گوشو باشه او باشه، اینا پلوتیکش بود، پلیتیکش بود که تمامی سرمایه‌گذاری رفسنجانی در خارج از کشور که می‌خواست نظام شاهی رو یا لاغر شخصیت‌های خانواده پادشاه رو برگردونه و شدیداً ضد انجمن حجتیه شده بود، بود از اول هم بود. رفسنجانی ضد انجمن حجتی بود، یعنی جنای ایوری به اصطلاح اسلامی بود، ولی خب زدن کشتنش. حالا بعد این یه کار دیگه کرده بود، میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری تو دانشگاه‌ها، تو دانشگاه مثل شرکت‌های سهامی میمونه، شو وقتی پول میذاری در برنامه ریزی و دانشگاه شریک میشی. الان یکی اینها حتی دکس خامنه‌ای رو و تو دانشگاه زیادی آوردن، دلیلشی بود، دلیلش همین سرمایه‌گذاری بود که خامنه‌ای تونست یواش یواش اینا رو در خدمت خودش بگیره. سرمایه‌گذاری کردن در تمامی دانشگاه دنیا، در تمامی رسانه‌های دنیا. پول ایران قوی ترین پول بوده با عربستان سعودی، اینا دو تا کشوری که پولاشون خیلی قوی بوده و هست. خود امیر رفسنجانی روزای اول انقلاب جلو خامنه ای نشسته میاد میگه ما چندین میلیارد سپرده داریم، ما مشکل مالی نداریم، ما فلان نداریم، خودش میاد میگه. امروز انقلاب شده در کشورتون، هر چی میخوان برای کارهای محرومان فوری تصویب میشه. وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکمتره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلاً ترس از کمبود نداشته باشید. ما به طرف تثبیت بیشتر و استحکام بیشتر و عظمت بیشتر و موفقیت بیشتر با سرعت بیشتر داریم جلو میریم.
اون موقع 44 سال پیش، خب بعدن که زمان هر روز که میزنی که دلار نفت شما 10 دلار میفروشی یا میشه 100 دلار میشه 60 دلار 70 دلار. اینی که شما میبینید الان تونست یک سال از طریق 7 کشور با اسرائیل بجنگه، این که ببینید دانشگاه‌های دنیا ازش حمایت میکنن توش، این همه سرمایه‌گذاری ایران توش، این همه سرمایه‌گذاری ایناست. از همه مهمتر الان کاری شده که شما ببینید درست یه جوای شیعه سنی افغانی ایرانی را افتاده آذری فلان، ولی در سطح دنیا این نابکاران موفق شدن که جنگ با یهودی راه بندازن. الان ضد یهودیت خود انجمن‌های یهودی فرانسه اعلام کردن 1000 برابر شده در فرانسه، در همه جا همینطور، خیلی میذارن میرن تو این فرانسه. من دوستانی دارم بچه هایی میشستم وکیل دکتر فلان میگه من میخوام اسممو عوض کنم یا کابینم عوض کنم، میگم چرا؟ میگه اینا تا میفهمن من یهودی هم خطرناک میشه، خیلی از مشتری هم از دست دادم. یکی از کمپانی های بزرگ فرانسه برای تلفن SFR هست، SFR که از قوی ترین کمپانی تلفنی این، چون بابا رو همه میدونستن یهودی و اینا، الان 80% زیان کرده. یارو داریم چند میلیارد بدهی بالا آورده، همه که چندن عضوی آبنمانان شونه که بیرون. الان این شوربختانه این جو ضد یهودی اینا موفق شدن با همین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که داشتن پول امکانات، و بعدم خامنه ای ما فوش خارمادر بهش میدیم، یعنی اون سیستم حکومتی خیلی خوب عمل کرد. برای که همین مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیسش رفسنجانی بود و تمام خارج از کشور رو ضد علی خامنه‌ای کرده بود و تمام خارج از کشور بیشترشون توجهشون به نیروهای مجاهدین شده بود و سلطنت و پادشاهی، اینا همه رو بعد اینکه رفسنجانی رو کشتن خامنه‌ای نگه داشت آدم ها رو، آدم های قبلی رو، همه اینا رو به قول فرضی میگن ریکوپره کرد، یعنی به دست آورد، در اختیار خودش گرفت، در اختیار خودش در آورد. بعد الان ازش جوری بهره برد در سطح جهانی که شما میرن الان که دیگه آقای پزشکیان رو گذاشتن رئیس جمهور، دیگه خاطرش جمع بود، خاطرش آقای پزشکیان اصلا به خواب هفتمش تفلی نمیدید که عضو انجمن شهر بشه، وقت نامزد شده بود برای پارلمان ردش کردن، نامزد شده بود برای اونجا ردش کردن، میگه خودش میخواسته خونه تو ترنون اجاره کنه، پول نداشته گرو بذاره. خب یه میاد این سیستم، میاد سیستم روس و انگلیسی حاکم رف علی خامنه‌ای، یه میاد پزشکیان رو میاره میذاره رو رئیس جمهورش هم میکنه، بعد هم هیچ مشکلی هم با خامنه‌ای نداره که هیچ، همیشه هم میگه آقا با همینا شما ناراحت نباشین، ناامید نباشین، ارتش شاهنشاهی و نیروهای شاهنشاهی در این قوی هستن. الان هدف اصلی برای این که این ایران ما از دست هم یارو کربلا مرگ برای براتون گذاشتن که به تمام شعراتون توهین کرده، هنوز نرفتین یه توف تو صورتی پدر سوخته بندازید، نمونه باید باشید در تاریخ بشر، نمونه باید تو بندازید، ایران اهورایی مطمئن باشید که به زودی از چنگینه در میاد. الان دو هدف رو باید دنبال کنید، بزنید انجمن حجتیه و مهدویه که خود اینا میگن سان پرسون انگلیسیست، که فقط همونی که جهل رو میاره در برابر علم، جهل رو میاره در برابر دانش و فلان، از شکلی شما میبره بیرون کربلا رو میاره، شعرا و اندیشمندانتون از میبره کربلا، عشق بوی کربلا، انجمن حجتیه، و از اون طرف این هژمونی ایرانی که میخوان از بین ببرن با آوردن چندین میلیون افغانی به ایران، اینا باید جدی پشتش بزنید بیرون کنن. من مخلص بچه افغان هستم، بچه چاکرتون هستم، ولی این الان وضع شما تو افغانستان بیرون به مراتب بهتره، چون دلارهای امریکایی هست بهتون بهتر میرسن. فهیم دشتی دوست عزیزم هم سالگردش بود، درود دارم به خانوادهش به یارانش فهیم دشتی قهرمانی که من پیام فرانسه رو که براش فرستادم که به احمد بده، احمد مسعود بده، دو روز بعد زدم تو ماشینی که احمد مسعود قرار بود بشینه، اونش از سعود منفجرش کردن، فامیلم از با احمد مسعود، روانش شاد و مهربان یاران آگاه آزاد باشید، خردمند بانش دانش رو پخش کنید. با بوسه و مهر درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره، درود دارم به خواهر نازنینم مرجان جان عزیز، تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. Bye.
درد رم پویاند بر این دراهی دوستان حساب بر ما نظر کن آرهین زین گمراهی دوستان حساب دستم بگیر و رهایم کن براهی دوستان حساب یالا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد همه خدا اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشی اکبری زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.